برای یک آتش نشان خبره، چالاکی و توان بدنی از اهمیت بالایی برخورداره. آتش نشانی مثل خیلی از ورزش‌های رزمی نیازمند یک بدن آماده و ورزیده است که بتونه تجربه ها و تکنیک ها رو پیاده کنه. برای همین یک آتش نشان مثل یک ورزشکار در حد قهرمانی، مثل یک بازیگر تئاتر و مثل یک کماندوی ارتش باید مدام ورزش کنه و آمادگی بدنی خودش رو در حد عالی نگه داره. هماهنگی عصب و عضله، کارایی قلب و ریه‌ها و توانایی حفظ خونسردی در شرایط بحرانی و سخت از ملزومات حرفه آتش نشانیه که فقط و فقط از راه ورزش منظم و اصول قابل حصول. یک آتش نشان از سالهای اول جوانی که جذب این حرفه میشه تا روزهای نزدیک به بازنشستگی باید توی عملیات سرحال و قبراق باشه. واسه همینه که آمادگی جسمانی در آتش نشانی کوچیک و بزرگ نمیشناسه. اعتماد به نفس یه عنصر مهم در موفقیت همه شغلهایی که با بحران سر و کار دارن و ورزش، مخصوصاً ورزش‌های سنگین، اعتماد به نفس فرد رو خیلی بالا میبره. فکر میکنم حالا همه میدونیم چرا خیلی از جوانای ورزشکار وارد حرفه آتش نشانی میشن. چون شغلیه که فضاش به شدت به فضای ورزش حرفه‌ای نزدیکه. در مسابقه زیر زنگ، 30 نفر از بهترین آتش نشانهای ایستگاه‌های 118 گانی شهر تهران دور هم جمع شدن. بعد از چند مرحله مقدماتی ورزشی و چالشی، 16 نفر انتخاب میشن و به مسابقه اصلی راه پیدا میکنن. به مستند مسابقه زیر زنگ خوش اومدید. مرکز صالح‌آباد بزرگترین و مجهزترین مرکز آموزش آتش نشانی در غرب آسیا است که آتش نشان‌های خیلی از کشورهای منطقه برای آموزش به اینجا میاد. ایشون آقای رضایی است، کارشناس و داور اصلی مسابقه زیر زنگ. اقتدار و آرامش دو ویژگی بارز آقای رضایی. از سلام و ادب دارم خدمت همه همکاران عزیزم. تبریک میگم به مناسبت اینکه تعدادی از نفراتی که انتخاب شدید تو این مرحله از مسابقه از بین کلیه نفرات سازمان. همونطور که میدونید شما 30 نفر تو این مرحله باید آمادگی جسمانی و آمادگی عملیاتیتون رو به رخ بکشید و رقابت خیلی سرسختی رو با هم خواهید داشت. اگه بتوید از این آزمون در واقع به راحتی عبور کنید و انتخاب بشید، مرحله بعدی ما مرحله سناریوهای عملیاتیه که به ترتیب اونا رو حوادث مثل کوهستان، جنگل، آوار و جستجو در دود رو خواهیم داشت. امیدوارم که با آمادگی کامل و پیشینه تجربه‌ای که توی ایستگاه به دست آوردید بتونید مرحله رو به خوبی انجام بدید. در ادامه این قسمت می‌بینید. من اومدم که ایشالله فقط اول شد. قهرمان کشتی آتش نشان جهان 2010 کره جنوبی. خدمتتون عرض میکنم که یه آزمون اولمون آزمون سنجش انعطاف پذیری اندام تحتانی و کمر هستش. آقای بیرایی بشینید. نفر میشینه، پا کاملا صاف، کف پاها چسبیده به تخته مقابل بدون اینکه زانو خم بشه با استفاده از انعطاف. داور این بخش از مسابقه تمامی اصولی که بچه‌ها باید رعایت بکنن و بهشون توضیح میده. بریم عملکرد آتش نشان‌ها رو در این قسمت ببینیم. همونطور که میبینید آتش نشان ها خیلی سخت در حال مسابقه دادن هستن. خب طبیعیه چون اونها در مرحله انتخابی هستن.
توی هر مرحله بچه‌هایی که پایین‌ترین امتیاز رو کسب کردن از مسابقه حذف میشن و دور رو به بقیه دوستانشون واگذار میکنن. رکورد قدرت پنجه من 84 بوده، ولی انعطاف پذیری از آقا سعید یه خود بهتر بود، 38 بود. آقا سعید یکم کشتی‌گیره، ولی ما نمیذاریم ما رو بگیره، کشتی بگیره. فکر کنم من محسن‌ترین فرد توی این تیم باشم، توی این گروه باشم. اومدم با جوونا رقابت کنم، همه آماده انا. رکوردم الان فعلا دومین نفرم، 567 زدم. تمام این آزمون ها برای اینه که ببینیم چه کسی میتونه به مراحل اصلی مسابقه راه پیدا کنه و در مراحل سختی که طراحی کردیم خودش رو نشون بده. هنوز اول کار آتش نشان های ماست. دیگه باید حذف بشن تا 16 نفر پایانی رو بشه معرفی کرد. مراحل چالشی ورزشی اونقدر جلو میرن و به قدری سخت میشن که فقط و فقط قوی ترین آتش نشان ها تو مسابقه باقی میمونن. ارزیابی و اندازه‌گیری استقامت عضلات شکم دوستان به پشت میخوابن، دست ها پشت گوش، دو تا آرنج روی دوشک قرار میگیره. بدون حرکت لگن از روی زمین بلند شه، آرنج خم هم میشن بالا، سر آرنج میخوره سر زانو. هر حرکت صحیح داور یه دونه ثبت میکنه. زمان 1 دقیقه. دوستان پای همکارا رو رو زمین ثابت کنن. داورای عزیز آماده؟ ماشاءالله بچه‌ها خیلی خوبن، یعنی انقدر بچه‌های خوب داریم ما تو سطح سازمان و این تیمایی که شرکت کردن، آدم جلوشون احساس ضعف بکنه. بچه‌های خیلی خوب ما واقعا زیاد داریم. نه آقا پارتی بازی که نداره، خب اینجا همه رکوردها ثبت میشه، مشخصه. اگه پارتی بازی بشه بالاخره ما شما اینجا هستیم. نقطه قوتم خب تو آیتم های درازنشسته، لیفت. فکر میکنم تو این گزینه ها بتونم به بچه های دیگه برسم و اون آیتم انعطاف پذیریمو جبران کنم. بعد از بخش درازنشست داورها امتیازها رو یادداشت میکنن و چند نفر دیگه که مجموع امتیازشون تو بخش درازنشست و انعطاف نشون میده که دیگه نمیتونن با بقیه بچه ها رقابت کنن، با اعلام جناب رضایی از دور مسابقه حذف میشن. حالا 22 نفر توی مسابقه باقی موندن و فقط 6 نفر دیگه حذف میشن. شک ندارم برای هیچ کدوم از این بچه ها خوشایند نیست که جزو 16 نفر نهایی نباشن. برای همین از اینجا به بعد رقابتشون دیدنی میشه. همونطور که جدول نشون میده باید با چند تا از بچه ها خداحافظی کنیم. بعد از مرحله دراز و نشست به عضله های شکم و گردنشون فشار اومده و کم کم خستگی و کوفتگی عضلات به سراغشون میاد. تو این بخش بچه ها در 30 ثانیه باید تا جایی که میتونن وزنه بزنن و به اصطلاح ورزشی لیفت کنند. عضلاتی که در این بخش تقویت میشن و مورد سنجش قرار میگیرن، پرکاربردترین عضلات حین عملیات آتش نشانی هستند.
لوله کشی، استفاده از تبر، قیچی و ابزار برش، پتک و ابزار کوبشی، بلند کردن و حمل مصدوم و غریق و نگه داشتن لوله ها موقع آب پاشی. دست ها مهمترین ابزار آتش نشان ها هستند. باید تعداد وزن هالتر رو به صورت متوالی بالای سر ببریم و پایین سر بیاریم. وقتی شما از جلو در ایستگاه‌هایی که شاید سر کوچه‌تون واقع شده عبور میکنید، میبینید که بچه‌ها دارن والیبال بازی میکنن یا ورزش‌های دیگه انجام میدن، مطمئن باشید که این آمادگی جسمانی به نفع خود شما هستش. من انعطاف به دلیل اینکه از دستم کوتاه‌تره، انعطاف بدنیم ضعیف‌تر، آیتمم بدتر شد، ولی در مثلا بلند کردن وزنه و همچنین عملیات‌های سرعتی و آبگیری و لوله پهن کردن انشالله خودم به بچه‌ها می‌رسونم. خب، پنج نفر دیگه هم با گروه خدافظی میکنن و نوبت میرسه به آیتم قدرت پنجه. با استفاده از ابزاری مثل اهرم‌ها، پتک برقی و آچارهای مخصوص آتش نشانی و باز و بسته کردن شیر آب ماشین آتش نشانی، باید مچ‌های قدرتمندی داشت. قول میدم اگه با هر کدوم از بچه‌های آتش نشانی مچ بندازم، تو کسری از ثانیه مچم میخوابونن. اون صفحه دیجیتال قدرت پنجه بچه‌ها رو نشون میده. باید یه اهرم شبیه ترمز دوچرخه رو به سمت بالا فشار بدن و به قدری که بتونن فنر داخل دستگاه رو فشرده کنن تا امتیاز بگیرن. توی قدرت پنجه تا الان فکر میکنم رکوردم 87 بوده، فکر میکنم حالا رکوردم فعلا بالاتر باشه. حالا بچه‌ها قوی هستن. اگه این عملیات ورزشی به نظرتون سخت و طاقت فرساست، پس باید ببینید ادامه مسابقه تو چه حال و هوایی دنبال میشه. خاموش کردن آتشی که دودش میتونه آسمون شهر رو سیاه کنه، خرد کردن دیوار بتونی برای دستیابی به افرادی که زیر آوار موندن، صحنه‌هایی که فقط و فقط توی فیلم‌های اکشن میشه ردی ازشون دید، قواسی زیر چند ده متر آب یخ دریاچه برای پیدا کردن غریق و بالا رفتن از تپه‌های پرشیب برای خاموش کردن خشم جنگل. مبارزه آتش‌نشان‌ها کم کم داره گرم میشه، ولی تا رسیدن به دمای احتراق چند مرحله دیگه با آخرین مرحله ورزشی دویدنه. استاندارد دویدن 540 متره، ولی مربیان ورزشی عملیاتی آتش‌نشانی برای اینکه محک سخت‌تر و دقیق‌تری پیش روی بچه‌ها بذارن، برای اونا مساحت حدود 1 مایل رو در نظر گرفتن. 1600 متر که تقریبا میشه 4 دور دویدن دور زمین.
برای مشخص شدن 16 نفر نهایی باید با قسمت سوم مستند مسابقه زیر زنگ همراه باشید. در قسمت بعد میبینیم که نفرات باقی مونده چالش‌های عملیاتی رو چطور پشت سر میذارن. یه مسابقه فشرده که اصلی ترین مهارت‌های آتش نشانی مثل لوله کشی، اتصال، حمله مصدوم، پتک‌زنی، دویدن زیگزاگ با لباس‌های 100 کیلویی و کپسول اکسیژن و بالا رفتن از ارتفاع رو تمرین میکنن. اون هم در کمترین زمان ممکن. قسمت بعد با زیر زنگ همراه باشید.